سرخط خبرها و مهمترین ها. جنرال مکنزی، افغانستان و پناهگاه امنسازی های تروریستی القاعده و داعش تبدیل شده است. برنامه نصب سیستم رادار در 3 میدان هوایی افغانستان آغاز شد. امشب پنجشیر بر سکوی آزادی می رسد. سلام دوستان، به مجموعه خبری کانال ما خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو بیننده باشید. جنرال فرانک مکنزی، رئیس پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته است که افغانستان به مکان امن سازمان‌های تروریستی مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. شبکه العربیه روز دوشنبه 7 سنبله به نقل از مکنزی گزارش شده است که او تابستان پیش به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده بود که در صورت عقب نشینی کامل آمریکا، دولت افغانستان سقوط می‌کند. او اضافه کرده که احتمال دارد نیروهای آمریکایی به افغانستان برگردند. به گفته او، با وجود تضمین‌های زبانی طالبان مبنی بر جلوگیری از گسترش افرادگرایی در افغانستان، این کشور به مکان امن سازمان‌های تروریستی مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. فرمانده پیشین ستاد مرکزی ارتش آمریکا پیش از این گفته بود که واشنگتن در جنگ افغانستان شکست نظامی و سیاسی خورده است. او ادعا کرده است که در 20 سال پسین طالبان همیشه در پاکستان پناهگاه‌های امن داشتند، اما آمریکا نتوانست با اسلام آباد در این مورد به توافق برسد. برنامه نصب سیستم رادار در 3 میدان هوایی افغانستان آغاز شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگویند که به منظور کنترل حریم هوایی افغانستان، کار نصب سیستم رادار در 3 میدان هوایی بین‌المللی آن کشور آغاز شده است. با گزارش اسپوتنیک، حمیدالله خانزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که میدان‌های هوایی کابل، بلخ و هرات شامل این پروژه است. همچنان به گفته غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، 70% از تجهیزات و تأسیسات در میدان هوایی کابل از سوی نیروهای خارجی از بین رفته است. 3 حمله طالبان در پریان، پنجشیر، دف و 3 طالب کشته شدند. منابع محلی از ولایت پنجشیر از دفع 3 حمله طالبان توسط جبهه مقاومت ملی خبر میدن. به گفته منابع طالبان، از بامداد تا عصر یکشنبه 6 سنبله 3 حمله بزرگ را بر موازی نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر را اندازی کردند. منابع تصریح میکنند که در زد حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی 3 جنگجوی طالب کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. تاکنون از تلفات احتمالی نیروهای جبهه مقاومت ملی گزارش در دست نیست. رهبری جنگ و اجرای این عملات را مولا عبدالقیوم زاکر، مسئول عمومی نظامی طالبان برای پنجشیر و اندرابهای بغلان، بر عهده دارد. بر اساس اطلاعات منابع، مولوی زاکر با راه‌اندازی عملیات‌های گسترده از ولسوالی پریان گفته است که این عملیات‌ها را در ولسوالی شتل و پنجشیر پایان خواهد داد. طالبان تاکنون در مورد این درگیری‌ها و تلفات چیزی نگفتند. گفتنی است که صبح دیروز یکشنبه طالبان به دلیل تلفات در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی، ایلاق‌های مردم را آتش زدند. شماره 2. برخورد رنجر طالبان با ماین کنارجادهی در پنجشیر، 6 طالب کشته شدند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که در نتیجه برخورد یک رنجر طالبان با ماین کنارجادهی در این ولایت، 6 طالب کشته شدند. این رویداد حوالی ساعت 9 یکشنبه شب 6 سنبله در منطقه تنبنه ولسوالی در ولایت پنجشیر به وقوع پیوسته است. در همین حال، یک منبع معتبر در جبهه مقاومت ملی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که این ماین از سوی نیروهای این جبهه جاسازی شده بود. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. چند پیش نیز دو رنجر طالبان در ولایت پنجشیر آماج انفجار ماین کنارجادهی قرار گرفت که در نتیجه آن به طالبان تلفات وارد شده بود. هزینه تنگه های بسفر و داردانل توسط ترکیه افزایش یافت. رسانه ترکیه در 7 اکتبر برای اولین بار در 40 سال گذشته هزینه عبور از بسفر و داردانل را افزایش می‌دهد، آن هم 5 برابر قیمت قبلی. با گزارش اسپوتنیک، سبا می‌نویسد که ترکیه قصد دارد در 7 اکتبر برای اولین بار در 40 سال گذشته هزینه عبور از بسفر و داردانل را افزایش بدهد، آن هم 5 برابر قیمت قبلی. این مبلغ شامل هزینه فانوس دریایی، تخلیه و مراقبت‌های پزشکی می‌شود. بدین ترتیب درآمد سالانه برای ترکیه از 40 میلیون دلار به 200 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که تنگه بوسفر باریکه یابی در کشور ترکیه است که دریای سیاه را به دریای مرمر می پیمندد. این تنگه دو قاره اروپا و آسیا را از یکدیگر جدا می کند و شهر استانبول در دو طرف این تنگه قرار دارد. علت حمله های هوایی امریکا در خاک افغانستان چیست؟ نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا در حال با انجام حمله های هوایی اهدافی را در خاک افغانستان نشان می گیرند که سیاستمداران امریکا اعتماد چندان بالای طالبان ندارند. هرچند مقام های اشهر طالبان بارها به امریکا و کشورهای همسایه اطمینان دادند که هیچ خطر از افغانستان آنان را تهدید نخواهند کرد. اما به اعتمادی امریکا نسبت به مبارزه طالبان با گروه های تروریستی دیگر هنوز هم پابرجا است. فرانک مکنزی فرمانده پیشین ستاد مرکزی نیروهای نظامی امریکا میگوید که افغانستان هنوز هم بستر برای تهدید ایالات متحده و شمار میرود. آقای مکنزی هفته گذشته در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC امریکا توضیح داد که هنوز زود است پیش بینی شود که در افغانستان چی اتفاقی میافتد. اما آن کشور جنگ زده هنوز هم بستر برای تهدید امریکا است. به سخن او گروههای افراطی مورد حمایت طالبان خطرات جدیدی را در آینده متوجه ایالات متحده امریکا خواهد ساخت. فرمانده پیشین ستاد مرکزی نیروهای نظامی امریکا همچنین بر روابط طالبان و پاکستان اشاره کرده و گفته است که امریکا در جریان دو دهه حضور در افغانستان هرگز نتوانست معضل حضور طالبان در پاکستان را حل کند یا با پاکستان بر سر این موضوع به توافق برسد، زیرا به گفته او پاکستان همواره بهشت برای پناه دادن به طالبان بوده است. اظهارات آقای مکنزی بیانگر این امر است که مقام‌های آمریکایی با معرفتی که از رابطه پنهان و آشکار طالبان با پاکستان دارند، هیچ یک از دو طرف را قابل اعتماد نمی‌پندارند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به حمله‌های هوایی آمریکا در خاک افغانستان می‌گوید که آمریکا فشار خود علیه تهدیدات تروریستی از افغانستان را حفظ می‌کند. آقای بایدن در بیانیه‌ای که 3 روز پیش در وبسایت کاخ سفید منتشر شد گفته است حالا ما فشار علیه تهدیدات روسی را حفظ می‌کنیم بدون اینکه هزاران سرباز خود را در افغانستان در معرض آسیب قرار بدهیم. او همچنان تاکید کرده دولت من به تعقیب تروریست‌هایی است که در پی آسیب رساندن به ایالات متحده آمریکا هستند. آنان هر جایی که باشند زیر فشار قرار خواهند گرفت. این همه در حالی است که سرپرست وزارت دفاع طالبان با خونسردی کامل و لحن نه چندان تون از اسلام آباد خواسته کریم هوایی اش را از این پس در اختیار طیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده آمریکا قرار ندهد. هنوز روشن نیست اسلام آباد به این اظهارات ملا محمد یعقوب چی واکنش نشان خواهد داد. با این وضع سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال پاکستان را به قرار دادن حریم هوایی از اختیار طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا متهم می‌کند که روشن نیست حمله بر خانه منال زوایری در کابل از کدام مسیر هوایی صورت گرفته است. رادارهای هوایی افغانستان با خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در 24 مسیر سال گذشته از فعالیت باز مانده و توانایی ردیابی مسیر رفت آمد طیاره‌های ملکی و نظامی را ندارد. اما موضوع قرار دادن حریم هوایی پاکستان در اختیار آمریکا بحث تازه‌ای نیست. حکومت پاکستان از این پیش در سال 13 اشهر خورشیدی نیز حریم هوایی اش را در اختیار نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا قرار داده بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش.